امیدوارم که هر جایی دنیا هستین دلتون شاد باشه به شادی در هاتون باشه امیدوارم که شب روز خوبی داشته باشین به تالا اگه شب نشستین هاتون براست به چایی رو گرم کرده نشسته در این زمستان از کلام خداوند که براتون میخونیم لذت ببرین هیچ چیز بهتر از کلام خداوند نیست که زندگی ما را تبدیل بکنه شخصیت ما را عوض بکنه باور بکن هیچ چی بهتر از این نیست ایزا برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمتون خداوند داشت گذار و سپاس گزارم برای این وقتی که به من دادی قدوس از تو می روی پاک مسیح خداوند هر چیزی که از زبانم بیرون میاد خداوندا نام تو را جا بده تمام افکار و دلم در دستای تو باشه کنترل کننده این برنامه تو باشه خداوند و رهبریت این برنامه رو تو به عهده بگیره ای پدر به نام پر جلال عیسی مسیح میتلامی خداوند هر کسی که امروز کلام تو میشنوه قدوس به باش، بشینه و آبیاری بکن تا خداوند از زندگی ها عوض بشه به نام پر جلال عیسی مسیح طلبیدم آمین خوب شما لینا عزیز شما چطور این برای شما خوبی خوش کوزن رو که اقتصاد به این خرابی بگو برای ولی خب اون طبیعت زیبا دانین جو هم, هم اما این زندگی کردن خودش عشقی بابا باور با بکن ما دور ایسانیم از شما بالاخره فکر فامیل همه دورور نیسه ولی به هر حال امیدوارم که تمام ایرانیایی که به شمال میرن حال میکنن تو این شمال البته زمستون هم خودش یک زیبایی داره شمال به خوش بگذره به همه شما عزیزانی که به شمال میرین جای ما رو خالی بکنید بیزار شعر منم بکنم ببخشید این شعر برای ایران گفتم میگه ایران من میگی ایران من ایران من خدا باشد همراه تو مسی باشد نگهدارت ای رنج بی پایان من ای همدم و همساز من خدا نگهدارت باشد مسی باشد همراه تو مسی باشد همراه تو ایران من پاینده باد دست مسی همراهت باد ایران من پاینده باد دست مسیح همراهیت باد ایران من ایران من خدا باشد همراه تو مسیح نگهدارد باشد ایران من ایران من هم راز و هم دلدار من ایران من ایران من خدا باشد همراه تو مسیح نگهدارت باشه. امیدواریم که دست ایسای مسیح خداوند در ایران باشه پشتیبان ایرانیا باشه و هر زودتر این رژیم اهریمن صفت و از ایران بندازه بیرون تا مردم حقیقتا یک نفس راحتی بکشن رژیمی که شیطان صفتن شیطانی از اینا میباره برحال عزیزان بازی های سیاسی زیاده ما تو این بازی های سیاسی میوفتیم و فکر میکنیم که واقعا به نفع ما در صورت که هیچی به نفع ما نیست هیچی به نفع ایران ملت ایران نیست به نفع خود و آخونده و حکومت داره اون میکوشن این میزنن همه بازی های سیاسیه ما باید گول نخوریم چهل سال اینا دارن با ما بازی میکنن دارن ما رو گول میزنن به هر طریقی دارن ما رو گول میزنن به هیزار چار سال دارن دنیا رو گول میزنن همین دین دین کذایی مال شیطانه دارن دنیا رو گول میزنن ایزار چار ساله مونتا اون موقع الان چهل سال بوش در اومد میدونی چرا برای این همه ای زدن بوش در اومد تمام دنیا فهمیدن که اسلام یعنی دین کشتار دین خشونت دین تجاوز دین نمیدونم خشم همه دنیا فهمیدن اینو. ولی ما ملت ایران البته نمیشه گفت در خوابن 90 درصدشون بیدارن 10 درصد خود فروختن که به خاطر پول ناموس خودشون هم میفروشن چی در درون ایرانن چی در بیرون ایرانن با 2000 پول گرفتن ملت میفروشن خون ملت میفروشن ایران خودشونو میفروشن سرزمین خودشون میفروشن وجدان خودشونو میفروشن همه چی خودشونو میفروشن ما ایرانیا باید هوشیار باشیم عزیزان هوشیار باشیم این بازی ها رو توی این بازی ها نیفتیم فردا به شما نگم بیان رای بدین همه بریم بودو بودو آقا از خونهاتون بیرون نیاین بهترین کاره از خونهاتون بیرون نیاین رای دادن به اینا یعنی خیانت به خود خودتون حالا نمیگم به ایران و به فلان به خودتون در این خیانت میکنین یعنی تیغ اون تیستر دارین میکنی برای بریدن گردن تو حال میگن هر از هر چیز که بگذری سخن خداوند خوش است هیچی جای کلام خداوند را نمیگیره باور بکنید وقتی کلام خداوند زنده خداوند از اص... اصلی نه خداوند بدلی که اونا خدای بدلی دارن الله خدا, خدا نیست آقا خدا نیست ر... اون موقع عرب ها رب میگفتن ایرانی هم که آ... اورامزده داشتن نمیدونم خدای رو میپرستیدن حالا یه واقعا تو قلبشون الله میگن یعنی خدا رو میپرستن ولی الله اسم بود بود به حال تو این بازی ها نیفتین عزیزان من فقط همینی میگم تو این بازی این رژیم نیفتین مشخاصم مرده مشخاصم چهل سال پیش مرده بود یه فیلمی داده بودم مشخاصم مال ناپلیون بود چی جنگ ناپلیون بود دایجان دا ناپلیون مشق میگفت تا قبر آ آ آ چه دروغ چرا بابا م... سیلی زدیم با آمریکا بعدا رابر هم میاد اونجا صحبت میکنه تمام صحبت ها این رابر پریش من شنیدم تمام صحبت هاش فقط در دو کلمه خلاصی میشد آخر سر گفت که دیگه نزدیک بود با آخر گفت که مردم ما با رأی دادن به نشان دادن به آمریکا قدرت خودشون رو نشون میدن میان همه بیرون اون موقع مشخص میشه که ایران مردم ایران چقدر طرفدار رژیم جمهوری اسلامی هستن تمام این زوبدایی که کرده بود اول که همش شعر داشت میگفت امروز از میکای سه میخوام براتون بخونم عزیزان که میگه اختار به رهبران و انبیا امروز اختار به رهبران خداوند اختار به رهبرای ایران میده که سرنگونی شما به زودی زوده ببین تا مرگ یک قدم فاصله دارین اونجا باید برین چی جواب بدین من نمیدونم و اینم بدونید کارایی که شما میکنین یک سره به جهنم میرین یعنی بلیت یکسره سره گرفتین برای جهنم اگه اینجا توبه نکنین اگه به طرف مردم نیاین اگه برای مردم خدمت نکنین اینه بدونین یک سره میرین تو جهنم رابر میگم هم رابر یه مملکت هم دو کلمه حرف خوب زدن بلند نیست تو میگی رابر یک مملکت هم دو کلمه حرف نمیتونی خوب بزنی میسی یک انسان مثلا باقی حالا جنگ هم داره هرچی خیلی صحبت بکنی فقط صحبت های اینا صحبت های داخلیه ها. مصرف داخلی داره تمام صحبت های دولت ایران رهبریت ایران فقط مصرف داخلی داره یعنی یه قدم از مرز بیای بیرون اصلا مصرفی نداره میزه بچه بازیه خب به با اینم واقعا با به اون کسایی که تو هواپیما بودن شست نفر یا 70 نفر یا 80 نفر 180 نفر مردن همان بچه های تحصیل کرده استاد دانشگاه واقعا تسلیه درز میکنم به خود خانواده ها و به ملت ایران که همچین انسان های خوبی رو از دست دادن واقعا متاسفم در جاده مازندران هم یه اتوبوس سقوط کرده 20 نفر هم اونجوری مرده همینجوری دارن مردم میبیرن تو ایران یا ماشین های غرازه دارن میبیرن یا هواپیما سقوط میکنه یا نمیدونم همینجوری خودشون نمیتونستن یک دونه برای مشخاصم اونجا یک میتینگی گذاشته بودن که آقا رو بیارن اونجا با سلوات و سلوات و سلوات بیارن هم اونجا شست و نفر فقط خفه شدن تو دست پا یعنی یک دونه مراسم هم نمیتونستن بر بر برقرار بکنن اینقدر اینا ضعیفن مردم به هر طریقی دارن میمیرن یک دونه مشخاصم مرد از اون روزی که مشخاصم مرده تا الان نفر 500 نفر مردن همین ماه گذشته مگه همین مشخاصم نبود دستور داد به سپا گفت اگر ده میلیونم باشه من میکوشم اینا ارزش اون ندارن که من باعث اصلی حکومت من بمونه مردم دوی زار نفر جوون تحصیل کرده رو امرو گفتن که ما آقا کار نداریم نمیدونم نون ما فلانه این بنزین چرا گرون کردین گلوله سهمشون بود ای خدا به داد ما ملت ایران برس که واقعا خدایا به تو محتاجیم واقعا به خدا محتاجیم که امروز دست نیاز شما عزیزان به سوی خدای زنده باشه به در نام عیسی مسیح دعا بکنین باور بکنین ملت ایران اگه همه دعا بکنین در نام عیسی مسیح باور بکنین خدا هر چیز سریتر اینا را از بین میبره هرچی هم من میدونم سال 2020 بهترین سال فکر کنم برای بدترین سال برای اون دیکتاتور بهترین سال برای مردم دنیاست. میگه ای رهبران گوش کنید خداوند داره میگه میگه ای رهبران گوش کنید شما کسانی هستید که باید مفهوم عدالت را بدانید ولی در عوض از خوبی متنفرید و بدی را دوست می‌دارید رهبران ایران شنیدید خدا چی گفت یک بار دیگه میخونم براتون میگه ای رهبران گوش کنید شما کسانی هستید که باید مفهوم عدالت را بدانید ولی در عوض از خوبی متنفرید و بدی را دوست میدارید شمایی که ادعای رهبریت یک مملکت تاریخی به اون بزرگی که تار... قدمت تاریخی قرنهای قرنه به قول خودتون میگین رهبریم ما نه مفهوم عدالت میفهمین عوضی که خوبی بکنیم به مردم با خوبی متنفرین و بدی میکنیم به مردم اینو خدا داره به شما میگه سال بیست بیست فکر بی کنم سال بیست بیست زیباترین زندگی برای ملت دنیا باشه و برای بدترین زندگی برای اونایی که از خوبی متنفرن میگه شما پوست و غوم ها را میکنید و گوشتی بر بدنشان باقی نمیگذارید شما چقدر داریم پو... گوشت و پوست این ملت ایران میخوریم و استخونشون کردین حتی الان میگه استخونهاش هم شما از بین میبرید باقی نمیگذاری آنا, می آنا را میبلید پوست را از تنشون جدا میکنین چقدر شکنجه کردین ایرانی ها را واقعا چقدر شکنجه کردین تا حالا چهل سال چی کردین با این ملت چهل سال بجز تباری و نابودی و خراب کردن کار دیگری کردین شما به این مردم هیچ خوبی کردین اصلا که مردم یک لحظه دلشون خوش باشه که این رهبران ایران یک قدم خیر برای ملت ایران برداشتن حالا برای ملت دنیا نه که عمر دشمن ایران کردین اون چی بعدا همه ای رو برای مصرف داخلی میکنین ولی بدونین که ملت ایران شما رو قبول ندارن به این چند روز هم میگذره آتش زیر خاکستر دوباره میاد بیرون آنها را میبلید پوست را از تنشون جدا میکنید و هایشان را مانند گوشتی که تکه تکه کرده در دیگ میریزید این مسئله که خدا میزنه میفهمین اصلا شما چجوری خودتون خدا پرست میدونین نه خدا رو میشناسین نه دین میدونین چیه نه راهی راستی رو ولدین هیچ چی رو ولن نیستین خدا داره به شما اختار میده اختار به رهبران اختار به رهبران ایران و رهبرای که متنفر از خوبی در دنیا به اونا به همه رهبران همیشه اینجوری نمیمونه آقای خامنه چند سال زندگی میکنی؟ هشتاد هشتاد یک دو سال سن داری چند سال فکر میکنی چند سال دیگه زندگی میکنی این همه پول که دزدیدین تو با فرزندانت کجا میخوایم ببریم؟ واقعا فکر میکنین پول با خودتون میتونیم ببرین اون دنیا یا واقعا فکر میکنین که تمام این مقام و پول و ثروت و همه رو موقعی که دارین تا اون موقع دنیا همه رو با خودتون جمع میکنیم میبریم؟ که دو دستی چسبیدیم به این مقام کذایی و به این پول دزدی واقعا چرا یک لحظه نمیشینین فکر نمیکنین الان بعضی ها میگن تو کی هستی اونجا داری نصیحت میکنی من کسی نیستم من خادم خداوندم و پیام خداوند دارم به شما میدم و ایمان دارم که عیسی مسیح به زودی خواهد آمد پس زمانی که از خود خداوند کمک به طلبید شما که هرچی هم خدا را نمیشناسید اینه برای اون موقع رعبارای اسرائیل میگفتن که واقعا خداپرست بودن ولی شما که ادعای خداپرستی میکنین میگه از خداوند کمک به طلبید او را به دعا شما گوش نخواهد داد میگه پس زمانی که از خداوند کمک به طلبید و موقعی که در این ملت به سوی شما اومده شما رو دارن پاره میکنن اگه اون موقع از خداوند به طلبین کمک بخواین خداوند به گوش نمیکنه به صدای شما چون شما با خدا راه نرفتین تا به صدای شما گوش بکنه اگه من با خدا صحبت میکنم خدا با من صحبت میکنه برای اینکه با خدا دارم راه میرم هنوز به اون کمال مطلوبی که خدا میخواد نرسیدم ولی باز با خدا را میرم انسانم به خطاهای زیاد میتونم بکنم ولی هر وقت توبه میکنم خداوند منو بیشتر درست میکنه یا بیشتر متوجه میگنم که اگه یک خطایی انجام بدم بیشتر متوجه میشم که روح القدس منو تکون میده که میگه آقا شاپور این خطا رو نکن این کار را نکن کسی رو دارم که با من صحبت بکنه پدری دارم در آسمان که بتونه قدرتش داره که منو درست بکنه ولی شما کی رو دارین شما با شیطان را میدین اون موقع عیسی مسیح تعلیم میداد توی اسرائیل خاخاما میگفتن که پدر ما بخاخ... ب... مسیح میگفتن پدر ما ابراهیمه ما تو نمیدونی پدر تو که عیسی مسیح گفت من میدونم از کجا آمدم به کجا خواهم رفت و بعد اینکه پدر من پدر خدا پدر منه اینا گفتن تو کف میگی بعدشم هم عیسی مسیح گفت اگر واقعا پدر شما ابراهیمه ابراهیم در کتاب عهد عتیق به من تکیه کرد همه کلامش برای من بود صحبت میکرد چون من از ازل بودم تمام این کتاب نبوبت کرده درباره من شما اون قبول ندارین شما فرزندان شیطانی شیطان اونا رو قبول نداره شما هم این همونی هیچ فرقی نمیکنه شما هم فرزندان شیطانی شر شرارت از صورت و از غیافت میباره چند روز میتونین به این ملت و گول بزنین چقدر میتونین این ملت و گول بزنین با حرکاتاتون با عرفاتون با اعمال کسیفتون چقدر میتونین این ملت گل بزنین چقدر میتونین بکشین این ملت موقعی که پاش سیل خروشان بشه به سوی شما باور بکنین شما سراغ موش و به همه زندگیتون پول آذین خوا... بدین که بدین تو اون سراغ موش مردم شما رو نگیرن همینکه که های دیگر هم همین کار کردن غذافی صدام نمیدونم پینوشه <تصفح> تو همین کشورهای شرقی بابا شوروی با اون عظمت خودش دیدی چی یک لحظه چجوری پاشیده شد دیگه همه میگفتن شوروی با این عظمت خودش به این سادگی نمیفته که ولی دیدی چجوری افتاد اگه یاسر جان ما آماده باشه بریم یه سرودی گوش بدیم بیایم خدمت شما عزیزان اگرم نیست ادامه بدم زندگی بگی عطا کردی اینک به بهای خونت قادرم نزد تویم و به چشمان تو من خیر عزیز ایران که هر جای دنیا هستیم ما رو میبینین به نشستین چایاتون براست بعضی هم الان شب اونجا فکر کنم نشستن یک گیلاس شرابم هم دارن میخورن نوشو جونتون رو کاری میکنین با خوردن عزیزان خوردن چیز آدم نجس نمیکنه گناه اونه که از فکرت تراوش بکنه تراوش بکنه بد چیزای بد افکار بد وقتی از فکرات بیاد بیرون اون گناه است یه شراب داری با خانواد میشین میخوری اون گناه نیست یا یعنی نمیدونم پارتی میگیرین میرقصین میزنین اون گناه نیست میگه خداوند میگه مست شراب نشوید یعنی اونقدر نخورین که از خود بی خود ببی، بشید از میکای سیه داشتم میخوندم عزیزان تا آیه چار تا سه خوندم چار هم خوندم ولی از چار دوباره میخونم میگه پس زمانی که خداوند از خداوند کمک به طلبید او به دعای شما گوش نخواهد داد اختار به رهبران به رهبران میگه اون موقعی که وقتی گیر افتادین مردم شما رو معاصره کردن یا محاکمه میخوایم بشین اون موقع دیگه خدا به حرفتون گوش نمیده حالاست که باعثی به طرف خدا و به طرف مردم بیاین که خدمت بکنیم به مردم به ملتتون به دولتتون به نمیدونم به کشورتون او روی خود را از شما برخواهد گردان زیرا مرتکب کارهای زشت شده اید حالا جمهوری اسلامی خودت کارنامت رو نگاه بکن ببین چقدر کارهای زشت کردید در این چهل سال تمام رهبران، از رئیس جمهورش از وزیر خارجهش از رهبرش خدا میگه او روی خداوند میگه خداوند یعنی روی خود را رو از شما برخواهد گردان موقع که میخواین معاصره شدین محاکمه دارین میشین از خداوند کمک میطلبین تا الان خدا رو نمیشناختین موقعی که گرفتار میشین خدا رو میشناسین زیرا مرتکب کارهای زشت شده این یک انسان عادی که آدم نمیکوشه یا نمیدونم در زندگی خودشی میکنه الان خطاهایی میکنه در زندگی اگه این بیاد الان از خطاهاش بگذره از خداوند کمک بخواد خدا کمکش میکنه حتی به اون رهبرهایی که جنایت هم دارن میکنن اگه به طرف خدا بیان واقعا بیان توبه بکنن و هم از خداوند توبه بکنن ها از ملت خودشون توبه بکنن و به طرف ملت خودشون بیاد خدا اونها رو میبخشه خداوند میفرماید ای انبیای دروغین شما که انبیا نیستین اصلا که قوم ها را گمراه کرده اید برای کسی که به شما مزد میدهد با صدای بلند کسایی که میگه به شما مزد میدن چقدر این غازی ها هستن که حق ناحق میخونن ناحق حق میخونن پول میگیرن اینه داره میگه برای کسی که به شما مزد میدهد با صدای بلند سلامتی میطلبید و کسی را که مزد نمیدهد تعدید میکنید اگه یه نفر پول نده به شما اونو تعدید میکنید اگه یه نفر به شما پول میده بله چون پول دادی بیا ما برایت کار انجام میدیم درسته میگیم غلطه غلطی میگیم درسته میگه تاریکی شب را <تصفح> تاریکی شب را فرو خواهد گرفت تا دیگر رویان نبینید و پیشگویی نکنید میگه در تاریکی شما باید زندگی بکنید همیشه برای شما در درون شما در افکار شما شبه چون برای اینکه وقتی کارهای زشت انجام میدین وقتی ملتی را اسیر خود میکنین دنیا رو میخواین خراب بکنین همیشه برای شما تاریکه افکارتون تاریکه چشماتون تاریک میبینه در روشنایی از ایمالی در تاریکی از زندگی میکنین صورتهای خود را از خجالت خواهید پوشانید زیرا دیگر از جانب خدا جوابی برای شما نخواهد آمد اون موقعی که وقتی شما رو گرفتن تا دیر نشده بایسی توبه بکنین وقتی موقع شما رو گرفتن مردم تسلیم مردم شدین تسلیم دنیا شدین تسلیم دادگاه شدین اون موقع دی خدا به داد شما نمیرسه اون موقع دیگه خدا جوابی به شما نمیده تا موقعی که حالا آقای رابر آقای رئیس جمهور آقای فلانی بیساری سپا هر کس هستین حالا به طرف خدا به طرف ملت بیایم و برای ملت قدم برداریم نشون بدین که میخوایم برای ملت ایران به مملکت ایران کار انجام بدین اون موقع هم خدا شما رو میبخشه هم ملت شما رو میبخشه نه اینکه الان زلزله زده دو سال توی بدبختی و توی آب و توی سرما زندگی میکنه تو چادر زندگی میکنه شما اصلا در فکرش نیستین هر روز ایده زیادی از ملت ایران دارن میبینن چی در ماشین های کذایی که شما درست میکنین چی نمیدونم کارایی که شما انجام میدین مردم دارن میمیرن هر روز و اما من از قدرت روی خداوند پر شدم تا بدون ترس های شما را به شما اعلام کنم موقع نبی میکان نبی بود می گفت که من از قدرت خدا پر شدم که به شما اختار خداوند بدم امروز هم من دعا کردم خداوند اینو به من داد که من به شما اعلام بکنم که شما در تیرس خداوندید اگه توبه نکنید اگه به طرف ملت ایران نیاییم پس ای رابران که از عدالت نفرت دارید و بیانصافی انصافی به من گوش کنید ای کسانی که از ریختن خون و ظلم مردم را پر ساخته اید ده. کشور خود را از ریختن پور خون و ظلمت پر ساخته اید فرشوه خاری میکنید تا به شما مزندان ندن مویزه نمی کنید اینا چیزاره این چیزا رو دیدین این نوع, نوع خانا که میان نوع میخونن بگو یه نفر میان همینجوری میخونین کلی پول میگیرن میان میخونن او چرت پردهی که میخونن کلی از پول میگیرن که مردم بیان گریه بندازن تازگی هم یاد گرفتن که ترانه های دنیوی رو به قول خودشون با اون چیزا قاطی میکنن میخونن رب میخونن دیگه نمیدونم همه چی میخونن هر چی فقط پول بگیرن از شما هر کاری بکنن هر جفتگی میخواین برای شما میندازن ولی در حین حال وانمود میکنید که به خدا توکل دارید هر دقیقه به مردم میگین که من نمیدونم خدا به ما همچین چیزی گفت خدا به ما همچین کاری گفت ما کاری که میکنیم برای رضای خداست و پرستی رو رواج دادین. تمام امامزاده ها رو دوباره امامزاده کردین و بودها رو عمر رو تزین میکنین خرج بوتا میکنیم آدمای مرده میکنیم پولا رو که مردم رو برای منعرف بکنید ملت ایران اینقدر این عراف پیدا کردن الان همه بیشتر چون نوت درصد میگی میرن فال, فال میگیرن بینم موضوع چیه فردا میخواد چی باشه بابا فالگیری از شیطانه اگه دو کلمه راست هم بید بگید دو کلمه راست میگه بید که بیاره تو خط خودش هرچی هم هر کسی با خدا را نره آردی دست شیطانه ولی دو تا چیز نشانه خوب نشون میده که تو رو بکشونه به طرف رای کچ گوله ببین تنها چیزی که خدا نفرت داره از دروغگویی و ریاکاری و نمیدونم برین گیری بکنین بود پرستی بکنین خدا از این چیزها نفرت داره و دعا بکنین دعای شما اجابت نمیشه امروز ملت ایران محتاج به خداست که اینا رو کمک میکنه. خودتون که نمیتونین بیاین بیرون خودتون که نمیاین بیرون جرأت هم که نمیکنین بیاین بیرون جرأت هم که نمیکنین شست میلیون شس آدم یه دفعه بیرون اینا ای رو بیندازین بیرون شما که نمیکنین این کار رو هر کی میگی که با من چیه با من چیه او میگی با من چیه من کی نیستم و او کی میگه با من چیه میز که ایران مال شما نیست میز که زندگی مال شما نیست ایده بسیاری مردم ریاکار شدن ایده بسیاری مردم ریاکار شدن برای ریا و تزوید دارن کار میکنن پول دارن در میارن اخلاقیات به حدی پایین اومده مرده از پاین تنه زنش عکس میگیره میفروشه یا زنشو میبره دوبی نمیدونم تو هتل چهار تا آدم بیاره ازش پول در بیاره آخه این چه تا ببین کجا آخه زن زن به مرد خیانت میکنه مرد به زن خیانت میکنه دختر به مادر خیانت میکنه نمیدونم هر کس به همدیگه خیانت داره میکنن این چهل سال اعمال جمهوری اسلامی در ایرانه به جز خرابی چیزی دیگری به جان نذاشته اینا از خداشون که مردم بی اخلاق بشن مردم ریاکار باشن، مردم برای گناه برن هر چی مردم برای گناه برن برای خطا برن اینا بیشتر خوشحال میشن و بیشتر مسلط میشن بر شما این چهل سال دارن با ما بازی میکنن ما انگار نه انگار که اصلا این چهل سال میسی که میاییم بیرون یکی ایده جوون میاد بیرون به کشتن میرن دوباره عقب نشینی میکنن هی hey, همین همینجوری سری به سری کشته میدن این جوونا همه سرمایه های آینده ای ایران این جوونا که آینده رو باید بسازن در ایران بابا ای آمریکا یا اروپا برای یه جوونی که تحصیل کرده است ارزش قائله بهش کار میده اگه مختره باشه بهش کمک میکنه اینقدر کمک میکنه تا اختراع خودشی بکنه و اون برای افتخار اون کشور بشه نه اینکه من یک فرزند مخت داشته باشم اونو بزنم تو سرش بکشن یا یعنی نمیدونم این ورزشکارایی که مقام اول میارن با جلو اسرائیل وانستا تمام ارزشای اون ورزشگاه رو از بین میبرن خداوند در میان ماست خدا میگه خداوند در میان ماست واقعا خدا در میان ماست فقط احتیاج ما اینه که صدای ما رو برای این خداوند بلند کنیم نیاز ما رو به این خداوند بگیم و میشنه به این خداوند پس هیچ کس به ما نخواهد با ما نخواهند رسید که وقتی به خدا توکل در این حال وانمود کنید که به خدا توکل داری میگوید خداوند در میان ماست به خاطر همین است که خاک ایران یک به صورت توده است خاک ایران، هوای ایران، زندگی در ایران، همه مردم میخوان فرار بکنن از ایران. کشور به اون خوبی، کشوری که خدا زیبایی طبیعت داده، این همه معادن داده، این همه سرمایه زیرزمینی دارن، نفت دارن، یک ایده آخوند شپیشو هستن اونجا، مردم دارن داغون میکنن. و مردم دارن به بازی میگیرن هر دقیقه مردم هم با این بازی با اینا هستن البته نه همه این مردم ولی خب ایده زیادی ریاکاری میکنن به خاطر که من نمیدونم برای چی ریاکاری میکنم من نمیدونم برای چی میخوان اصلا تعریف کنن تا دیروز کسایی که میگفتن قاسم سلیمانی نمیدونم دستور داد سپاه که اگه اینقدر بکشی ده میلیون هم بکشیم فلان میکنیم بیزار میکنیم این همه میگفتن وقتی که اونو کشتن میگفتن که رهبر نمیدونم سرباز میهن فلان کجا سرباز میهن بودی چی کار کرد برای ایران بجز که بیرون سپای قدس تشکیل داد و همیشه در تمام منطقه اخلال کرد و دستور قتل جوانای ایران میداد مگه ما باگزی جنگ داریم الان ما در مرز ما با کسی جنگ داریم که این سرباز ما بشه بره جنگ یا پی جنگ بمیره بگیم که افتخار ماست سرباز اون موقع بودن که عراقی ها به ما حمله کردن هفت سال جوونایی ما هشت سال جنگ کردن در مقابل اونا ایستادن اونم شیست سال که جنگ شده بود تمام دنیا بین الملل عراق رو به رسمیت شناختن که این جنگ شروع کرد و کلی خسارت به ایران بدن ولی این رهبرای نادان هی, هی ادامه دادن که خودشون محکوم شدن به آخر سر هم خودشون جام زر نوشیدن اینقدر اینا بی کفایتن فقط میتونم ملت ما رو به بازی بگیرن همین ملت امروز شما گول اینا رو نخورید حقیقتا گول اینا رو نخورین اینا میخوان با این بازی ها میخوان شما رو گول بزنن که در انتخابات شرکت بکنین همه این بازی ها اینه که شما ملت بیارن جلو برای انتخابات به مردم دنیا نشون بدن که ملت ایران طرفدار ماست در صورتی که اون کرمان دیدین اونقدر شلوق بود 60 70 تا مرده دادن خود راوترابری اعلام کرد که 97 هزار خودرو از استانهای دیگر اومدن تو کرمان 97 هزار 97 هزار چارتا هم اگه باشه میشه 400 هزار حالا اتوبوس ها اومدن از راه دیگر دیگه اومدن خودت جای دیگه اومدن مثلا 560 هزار نفر شدن که همون هم نتونستن برگزار بکنن که 67 نفر آدمشون مردن اونجا اون بسیجی بدبخت که اصلا نمیدونه گور خورده است نمیفهمه فکر میکنه اینا برای خدا دارن کار میکنن بعضی ها. فکر میکنه که مثلا واقعا این دین دین خداست که میزنه تو سر قرآن نمیخونن هیچکس هیچکس قرآن نمیخونه فقط هر سال یه دونه خاکش میگیرن یه بوس میکنن میذارن توی تاقچه دوباره بعد معنی کردن قرآن توی ایران که از یه جوری معنی کردن که از تو چهار کلیم بخونی نمیفهمی چی چی معنی کرده اینجا انگلیسی رو میخونی میفهمی عربی رو خود عربا میخونن برای تون ترجمه میکنن میدونن چیه دینی که به من میگه که آقا تو میری جهنم اگه من دین اسلام داشته باشم آخرش هم میرم جهنم خود چی فایده ای داره چرا دیگه با این دین را برم یا دینی که ببین تمام دین های دنیا چند بار گفتم تمام دینهای های دنیا وقتی شما از اون دین میریم بیرون شما رو نمیکشن اصلا کاری به شما ندارن قبول نداشتی رفتی بیرون تنها دینی که شما رو میکشه دین اسلامه که شما میگه مرتدین ماره با خدای باید اعدام بشید چون از دین از این عقیده برگشتی یه ذره ملت از خودتون فکر بکنید یه ذره خودتون خودتون معق بکن بزنید یه ذره نگاه بکنیم واقعا ببینید این زندگی که شما داریم میکنین این زندگی مردم دنیا دارن میکنن اصلا میشه مقایسه کرد بابا کشورهای واقعا بعضی اینقدر پول و این همه سرمایه ملی ندارن ولی برو ببین چی که کشورشون چی دو تاجیکستان دیدین خودش آریایی میدونه برو ببین چی, چی زندگی دارن میکنن تو این تاجیکستان حالا اون پول ایران هم نداره از وضعش اونقدر خوب نیست ارمنستان دیدی رهبرش عوض شد الان این زندگی مردم چقدر عالیه اونجا با این وز پولی نداره اونقدر وضعش اونقدر خوب نیست کشوری نیست که سرمایه ملی داشته باشه ما این همه سرمایه ملی داریم دو تا آخوند شپیشو اومدن اونجا یکی رهبر ما شد یکی هم دروغگو صبح تا شب داره دروغ میگه الان این موشکم زدم به حیات خلوت یه <coughs> جوک هم ساختم. میگه تمام حیوانات به سازمان ملل شکایت کردن میگن ایران به ما حمله کرده تمام مورچه ها رو نمیدونم همه حیواناتو رو کشته اونجا این جو رو برای شما در میارم برای اینکه شما واقعا جوکین واقعا جوکین امروز عزیزان به این خدای زنده که کلامش میشنبین ایمان بیارین و به این ایسای مسیح زانو بزنیم بگیر ایسای مسیح من گناهکارم و میدونم که گناهکارم من میدونم که تو روی صلیب رفتی به خاطر گناهان من خون تو ریختی مردی بعد از سه روز قیام کردی از مردگان به توسط روی خدا الان زنده هستی بیا به قلب من من گناهکار ببخش امروز پادشاهی زندگی من باش تا من از زندگی آرامش بگیرم تا این زندگی واقعا بفهمم که خدای من کیست خداوند من کیست منجی من کیست من در گمراهی هستم خداوند منو رهنمایی بکن و شما مسیحیانی که در ایران هستین شما امروز وظیفتون همه مسیح های هست ولی شما چون تو ایران هستین قوت و قدرت و دعای شما خیلی بالاتر است بیرونی است. چون روی خدا در شما ساکنه و در همه کس ساکنه ولی شما چون تو ایران هستین دعا بکنین امروز به نام عیسی مسیح از خداوند کمک بخواین تا خداوند شما رو نجات بده به ایمان دارم خدا شما رو نجات میده وقتی از خداوند میخوایم خداوند میشنبه نه به سوی بوتا دعا نکنین به سوی مرده دعا نکنین به سوی خدا دعا بکنین در نام عیسی مسیح باور بکنین نتیجه چی میبینین بعدا زنگ بزنین به ما وقتی اجابت دعا گرفتین دعایتونو ما زنگ بزنین به ما بگین که آقا خداوند چی کاری برای شما انجام داده و به این تلویزیون کمک کنین به تلویزیون امید جاویدان کمک کنین برای اینکه این تلویزیون میخواد برنامه های غبی برنامه های خوب سیاسی برنامه های راز بغا فیلم سینمایی کتاب مدرس کتاب مقدس به سی سن نفر ما احتیاج داریم که سربازان جدون باشن برای پیروزی ایران برای تبدیل کردن زندگی ها شخصیت ها عوض کردن شخصیت ها این کلام من ایمان دارم کسی به این کلام ایمان بیاره شخصیتش عوض میشه کسی به این کلام ایمان بیاره زندگیش تبدیل میشه به شما با ما شریک میشین در تبدیل شخصیت ها به تبدیل زندگی ها توسط خداوند ما کاره نیستی ما خادم خداوندیم ما میاییم اینجا کلام خدا رو میخونیم برای شما که شما به خدای زندگی ایمان بیارین و به این خدا زندگیتون عوض بشه شادی در زندگیتون باشه آرامش در زندگیشون باشه به امروز دعا میکنم به نام عیسی مسیح آرامشی که <applause> برای همه کس هست در برای ایرانی های من باشه به نام پر جلال مسیح که ایرانی من در آرامش زندگی بکنه در آرامش خدا زندگی بکنه شما رو به دستای خدا میسپرم تا وقتی دیگر بدرود تا درودی دیگر مرسی که ما رو گوش دادیم و نگاه کردیم